به نام خدا عرض سلام احترام دارم خدمتی یکا یک شما بینندگان صدای جاغوری. من صحت سفری امروز در ولسوالی ناهوری ولایت غزنی در منطقه راقل کرله هستیم که یک معدن جدیدی که اینجا کشف شده، البته در سابق کشف شده بوده در چند سال پیش، اما کارش از بهار شروع شده. بر از من یک خبر تازه است در مورد از این معدن، که معدن کدام معدن است، چقدر کارات آنوز پیش رفته، چقدر سنگ از این استخراج شده، با یکی از کارمندان شرکت صحبت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخواست با عرض خیر مقدم خدمت شما و برادر عزیز که از رسانه جاغوری تشریف آوردین، بسیار تشکر ممنون که از طریق رسانه خوی خدمت ملت شرکت یک تبلیغات بسیار مفیدی است که شما پخش کنین، مردم را سهل نه آگاه میشه در مورد شرکت. دیگه این منطقه کس اولا که ناوره، دوم راقل کرله منطقه، مدت اگر 7-8 سال میشه که کشف شده و کارش هم از بهار آغاز شده. نام از این معدن چیه؟ نام از این معدن کسه، نام خود سنگ کسه تراورتنه. تراورتن؟ آره، تراورتن یا تراورتن بعضی ها میگه. خوبی در کدام قسمت این معدن استفاده میشه؟ برای چی هسته ایسا؟ ای برای نمای ساختمان بعض جا، بلده کف هم استفاده میشه، برای مثلا پله بلده کلن مورد هر ساختمان هسته مورد استفاده قرار میگره. برای ساختمان؟ آره. برای ساختمان، برای ساخت ساختمان که هسته مورد استفاده قرار میگره؟ آره، برای نمای ساختمان، داخل کف ساختمان. خب همراه کدام شرکت قرارداد شده؟ تانوز چقدر مقدار معدن را از این شما تانوز استخراج کرده؟ فعلا به خاطر که اولی معدن دیگه با که اطلاع کلی در به خاطر قیمت مواد سوختی که بسیار بالای واقعا، او مقدار مالیاتی هم که امارت اسلامی میگیره بسیار بلده، از این صاحب شرکت بسیار سنگین تمام میشه، به خاطر اینکه کار دیگه نسبتا به کندی پیش میره. دیگه استخراج سنگ هم تا حالا یک دو متر سنگ بار شده از اینجا و قسمت سنگ که مشاهده منین، همین سنگ هایی که حال تصویر میگرین همین ها تولید شده، مورد استفاده هست، مورد قابل استفاده ها که از این به طرف شرکت ببره، از شرکت بروش کاریش نه، صاف کاریش نه، بعد قابل استفاده هست. خب شرکت در کجا هست؟ از این چیه معدن که استخراج میشه در کجا برده میشه؟ از این فعلا در هرات برده شده و بعدا یک تصمیم دارن که تا غزنی برده شه و غزنی اونجا یک سرا یک منطقه را گرفتن که اونجا انبار کنه، تبدیل به انبار شنه، بعد از اینجا به فروش برسه. خب پیش موریم امو معدن که امو سنگای شما تا هنوز را کشف چی کدین استخراج کدین دیگه، اونا را هم سهل منیم. خب از جمله سنگایی که استخراج شده، سنگایی که درجه یک این سنگشه که بسیار سنگ خوب و بسیار از لحاظ رنگ هم بسیار خوب امتیاز داره و از لحاظ پختگی و سیفتی هم بسیار امتیاز بالایی داره. سنگش بسیار خوبه که شاید اگر بگیم طبق اطلاعی که در معدن ها ما کار کردیم، فعلا سنگ درجه یک از لحاظ جنسیت تراورتن بهترین جنسیت در افغانستان داره. تا هنوز جوری از این سنگ مانند از این سنگ در افغانستان تولید نشده. از لحاظ کیفیت سیفتی و از لحاظ کیفیت موج و مثلا رنگ و کلا خاصیتاش. خب یک معدن سنگ در مالستان هم است به نام سنگ مرمر مالستان، نه؟ بله. باز او چه رقم تفاوت از این با او گرچی؟ مرمر مالستان یک مرمری است که تبال او استخراج نشده، دیگه ما اطلاع نداریم، دیگه جایی نیست او را مطالعه اطلاع نداریم چون استخراج نشده، درباره کیفیت از چیز گفته نمیتونیم. خب بسیار خوب. اینجا شما فعلا که استخراج کردین چند نوع سنگ بوده؟ نال شما گفتین اینی از نگاه کیفیت بهتره و اطمان است کسای دیگه. معدن همیشه خاصیتش همیه که از لحاظ کیفیتی درجه یک داره، دو داره، سه داره، مثلا باز درجه آخرش قاطی با گیل داره که هر کدام از او به یک جای قابل استفاده است. با دو روی چی دیگه نمره بندی میشه که مثلا ممتازش یک نفر دوست داره به شرکتش یک سنگ خوب ببره، باز یا مثلا قیمت متوسط را به توان خود میخره. دیگه این معدن رقم نیست که فقط کلش درجه یک باشه یا کلش درجه دو باشه یا درجه سه باشه، معدن از کاست دیگه، رقم است، با جای میره گیل است، با جای میره واقعا سنگ خوب است، با جای سنگ معمولی است دیگه، از لحاظ تفاوت رنگی هم همین رقم، با جای سفید است، با جای مثلا به رنگ قهوه‌ای رنگ است، شکلاتی است دیگه، رنگش تفاوت داره. خب
رقم هم زیواری سنگ یا رقم هم زیواری معدن در دیگه جای افغانستان هم آیا شما مشاهده دین پیداش در کشف شده نشده؟ کشف معدن به نام تراورتن که هست در کمرک هم خواهد شما اطلاع دارین در بیسود هم هست دیگه، اما این معدن که مثل از این کیفیتی از لحاظ سیفتی و مقاومت این رقم سنگ باشه فعلا ما خودیم که معدن کار کردیم در افغانستان نیست، چی از لحاظ رنگ چی از لحاظ کیفیت سیفتی و مکمش. خب پیش موریم، راستی نگفتی که چقدر نفر در اینجا همزمان در شرکت می معدن کست کار مونه؟ فعلا 4 نفر به حیث بورشکار داریم، 1 نفر سرویس کار داریم، 1 نفر هم که ماشین کار است دستگاه سنگین مثل اسکاواتر لودور و 2 نفر آشپز داریم. بسیار خوب. خب مرم پیش در او قسمت او رم کست از نزدیک سعی مونیم چطور؟ باش. خب شما تا هنوز تخمین کردین که به چی مقدار معدن در این ساحه وجود داره؟ از او پایین که ما آمدم در او قسمت ها معلوم شد که همین رقم یک سنگ در او طرف هم است. ما ماشاءالله در ارتفاع بلند هستیم که میگه کوهای بابام در این طرف ها معلوم میشه. آره. در حساب ارتفاع از این معدن که بخاطر این معدن و پوسته مثل پوسته برای افتاده این رقم کوه قله نیست که از اول تا آخر کره رفته باشه مثلا معدن باشه. این یک پوسته یک لایه افتاده. لایه سنگ. یک لایه افتاده. کلا لایه از او با عمق 45 متر انجینیر ها که با عمق 45 متر با دستگاه که گرفتن تخمین زدن. و ساحه از این معدن اون منطقه که شما میبینید طرف. بله بله. میبینید تصویر؟ بله. او طرف هست دیگه اونه که زیاد معدن چینی هست دیگه خلاصه که اصل معدن عمده او طرف است. او طرف. آه اصلا معدن کلان او طرف است. اینا خوب افتاده است. یک تپای خب بسیار خورد. شروع کار شما از نقطه اول که؟ ما از نقطه اول این منطقه را چون وقت محدود بود دیگه تا گفتیم برم اونجا تا خاک برداری زیاد داشت. رایش هم زیاد مشکل. رایش هم مشکلات داشت گفتیم تا اونجا بریم مثلا خاک برداری کنی باید اونجا یک نمونه بگیری که بخاطر کسایی که هزینه کردن خیلی بسیار آله. پول خرج کردن حداقل دیدم مثلا به این نتیجه برسن که این معدن سنگ قابل استفاده داره اما مقدار پولی که اینا خرج نه مثلا اما را دوباره میتونه که حاصل کنه یا نه. خب نتیجه مثبت را گرفتین دیگه. آره خدا رو شکر الله فعلا خوب بد نیست زیاد بخش است، اما تنها مشکل اساسی اینجاست که با قیمت بالای همین مواد سوختی که است بسیار آزاردهنده است. بله دیگه رایش هم بسیار طولانیه. رای هم ثقیل است دیگه، رایش که بلندی رو میبینید بسیار یک رای سخت است. و فصل کاری فقط 6 ماه است، مثلا اول بهار هم نمیشه عمل سر رو کار کنی، بعد از اون شروع میکنی تا زود سرد میشه، زود برف زود مثلا برف زود میزنه و چون مود بلندترین نقطه اولسوالی بلندترین نقطه بسیار جای سرده. خب در مورد از این ماشین ها امروز ما بگی براز ما بگی که این ماشین ها چی هست، کاربرد چی چیه؟ ما میبینیم ایش زیاد پایف پایف اینطور راز اینا برای چیه؟ او پایف های کس برای یکیش برای آب و یکی دیگهش برای باد است. از اون باد استفاده نیم برای از این میگه فرغونی اما موتوری هست، اما موتوری هست که هایدرولیک را توسط فشار هایدرولیک از این پایف ها به سر از این هم بازی داخل خیلی ماشینک داره که دار میده و مترک داره اینجا باز این به اصطلاح برمه هم اون برمه که سراخ نه سنگ هم یک سراخ از پایین میزنی یک سراخ از بال تا نوک در نوک میزنی رقم تا داخل سیم بریش رد کنی و ببری بریش کنیم بعد بریش کنیم به اندازه مقداری لازم خب. هستم او ماشین چرا او چیه او ماشین دیگه؟ او ماشین کس او چیه؟ پمپ پاکت میگیره در وقتی که امو بلوگی بریش شده سنگین زیاد یا مثلا بیرون نمیشه با اسکواتر اون یک پاکتی هست، یک پاکت آهنی نازک داخلش چی است مثل قوطی برای سوراخ است و داخل از آب و هوا پر میشه، وقتی پر شد به مو اندازه سنگ فشار میده از کوه میکنه مثلا از جایش میکنه فاصله میده. خب دو پایینم که جدا از او که شما اونجا را زیاد استخراج کرده دادین
یا او پایین هم کسه او را از او کدام قسمت همزین چی استخراج کردن یاد از پایین استخراج کردن همون جمانده؟ او همون سنگ های هسته که از پایین استخراج شده بخاطر از اینکه اینجا ساحه کاری ما کم بود، دستگاه ما خوابیده بود، بخاطر از امو کیفیت سنگ کم پایین بود، گفتیم باش از پایین بگیری که از اونجا هم مطمئن بشه که مثلا سنگ قابل استفاده داره و ساحه کاری هم بیشتر. خب یال فعلا کیفیت از اون نظر به یک بیشتر نشان دادی چی رقمه؟ او بهتره یا ای بهتره؟ فعلا کیفیت از اون نسبت به ای کمتره. آه کمتره. خب بیشتر گفتی که در ولسوالی بهسود در کمرگ هم امی سنگ امی معدن وجود داره، آیا تا هنوز از اونجا استخراج شده نشده؟ وا استخراج شده، از بهسود هم استخراج شده، از کمرگ چند سال استخراج میشه، شما شاید اطلاع داشته باشین یا نداشته باشین، مردم اطلاع دارن که از اونجا استخراج میشه. در حالی فعلا فکر کنم به خاطر قیمتی تیل شاید کارش تعطیل باشه، اما در کل استخراج شده و سنگاش قابل استفاده است. اش استفاده صورت گرفته دیگه. خب برنامه شما چیه؟ شما میخواین که آیا امی قسمت را که کار شروع دادین در طرف پایین ببرین یا نمیخواین که در ماهای بعدی روی معدنی بزرگتر از یکی مثلا در او قسمت های کو موقعت داره در او قسمت ها کار شروع کنین چی رقم؟ حالا فعلا نسبت به وقت محدودی که ما داریم به خاطر که آب و هوای نور به همه معلوم است که زود یخ میشه، نه دیگه آب رو یخ میزنه، به خاطر از امو قرار است همی کاری که فعلا شروع کردین پیش برین تا جایی که میره دیگه. دیگه او قدر وقت باقی نیه که این وسایل را انتقال بدیم اونجا تا شروع کنیم، دیگه وقت دیگه کار نمیشه. خب بعد قسمت انتقال چیه؟ در از ما بگو کدام موتر از این چیز انتقال میده؟ چون ما که دیدیم نم پایین راه ها هم بسیار خراب شده، یکی سیلاب هایی که داخل آمد و بارندگی هایی که بارید راه ها را هم بسیار خراب کده، خود از این بسیار بلند جای است، تقریبا 20 دقیقه ما میتونیم بگیم که سرک بگیم تا اینجا راسته. کدام موتر انتقال میدیم؟ این نمو موترهای که به نام سنگکش میگن دیگه، موتر کلان که کفه مخصوص کفه باری نداره، تر دو طرفش فاکت نداره، ما انتقال داده میشه. ولی خوب به خاطر بارندگی های اخیر متاسفانه راه ها بسیار خراب شده که نیاز به تعمیر شدید داره، باید تعمیر شده که نه یا خود مردم اقدام کنه یا که دولت امارات اسلامی یک همکاری کنه که راه ها را جاهایی که مشکل داره موتورای کلان رفتن نمیتونه اینا را یک لوتی کنه اینا رو باز کنه که تا این مشکلات ها خلاص شود. خب ما که دیدم در طرف معدن که میواد مسرک عمومی کوچه هم زیاد است در این مناطق، وسایل شما هم در اینجا زیاد هم ماشین آلات چیم زیاده، آیا به شما غرض مرض خوند ره؟ والا فعلا تا فعلا برای شرکت که مزاحمت نکرده، خب میای اینجا اطراف معدن نگهبان داریم، اینجا مانع آمدن اینا در داخل سینه کار میشن. اما متاسفانه خوب شد گفتی همین سوال در مسیر راه این دفعه خود بنده که از جاغوری حرکت کردیم در منطقه رد شده از سرسیه، دو نفر راه ما رو گرفت، مقصد این را داشت که موتور ما رو ببره و خوشبختانه که توانیستم از پیش اینا جان بدر کنم دیگه. از امارات اسلامی خواهش میکنم که می کوچه ها را یک گرزت کنند به خاطر که مزاحم رفت آمد مردم در مسیرها نشه. یکی از ادعاهای بزرگ امارت اسلامی هم است که ما امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردیم، دیگه این مسائل را باید جزی از امنیت مردم بله شن. بله بله. خب پیشتر موریم دستگاه های دیگر را ماشین هایی که شما کار مونید او را هم سهل. بله بله. خب برادر جان در اینجا که ما در این سنگ ها میبینم دبلی از این نوشته که قاف یک، قاف دو، قاف سه، آیا این درجه بندیش ده از نظر کیفیت یک دو سه نوشته یا نه؟ نه از نظر کیفیت تا حالا اینا گرچه مشتری دارن هنوز عرضه نکدن مشتری ها، اونا که علامت گذاری شده بخاطر تقسیماتی که بین خود از اینا شده، بین خود شرکا که مثلا دو از فلانی یا از فلان سنگ بوری یا سه از فلان سنگ بوری، او به خاطر زمویه. خب در نظر که مثلا مشتری باید اون وقت امکان داره که درجه بندیش یک دو سه و باز در قیمت چی ارزش. خب این ماشین هم در اینجا که سعی بری چیه؟ این ماشین دستگاه سیمبوریش هم خب سیمبور میگیرم سیمبور. آره یا بعد از اینکه راسول و برمه کار نه سراخ نه، بعد یک سیمی مثل تازبی آوری شد بالا و دیدهش اینجا باز نشان میدین شما را،
در دورزی پولی انداخته میشه، از سوراخ از رد میشن و از توسط انزو الماسای خورده که دانه تسبیح باره با توسط انزو برش میزن. خود سنگ را؟ خود سنگ برش میزن. یه مو دستگاه بخاطر از اموه. خب به مو جایی که کار دیگه شما کار کده نمی سنگاره استخراج کده بورم بوریم سعی کنیم بوریم نیوان سعی نیم دیگه برای از مو بگی که بیشتر گفتی که در اول اونج کار شروع دی باز گفتی مطمئن شدی که در پایین تر از این چیره خمه اینج رم شروع دی نه؟ به خاطر کیفیت معدن چقدر گفتم اینی چقدر سنگ چقدر را شما از اینج چند تون را بگیم را استخراج کده میشه؟ والا در حساب توناش که تخمین زدنش کم مشکل چونی را یک جای مثلا انبار نکردن مثلا پاشیده یک جای چند تا سنگ و طرف چند تا سنگ این چند تا سنگ اینجی همه در حساب یک چند موتر به حساب بگیم یک شاید یک 15 موتر سنگ شده باشه. راستی بر از ما بگی که بیشتر ما اونجا هم پرسان کنیم که کدام موتر هاشون باید انتقال میدین دیگه هر موتر باز چقدر انتقال دیده میتونه از اینجی در حساب کرایه؟ نه در کرایش هم بگی چقدر وزن شه در حساب وزنش که در جاهای دیگه در حساب 20 تون 22 تون تا 30 تون جایی که راهش هموار است انتقال میتن دیگه از این بالاش که موتوروان ها انتقال دادن مطالعا دیگه معلومات کافی نداریم تا همین جا رو دیدیم. کرایش مثلا چنده؟ از این چی که دموتون که کرایه فعلا که کرایه بسیار گزافی خیلی بلنده بخاطر از امام سنگ ها اینجا مانده که قیمتی تیل است از موتوروان تا جای گله نیست. خب قیمتش در خانه تون 13 صد است یا نمیفهم شاید 15 صد باشد ولی او خیلی قیمت است. او خود شرکت موتر نداره که از این انتقال بده؟ خود شرکت نه شخصا موتر نداره. خب برای ما میرم سعی کنیم قابل توجه برادران سنگبوری دار مثلا سنگبوری دارن شرکت های سنگبوری دارن کار میکنن یک اطلاع خدمت از اینا میرسانیم از طریق از رسانه اکریتیف کردن این سنگ هست فعلا در افغانستان اگر بگیم درجه یک هست در جنسیت خودش به خاطر از اینکه بسیار اولا امتیاز سنگ سیفتی سنگ است مقاومت سنگ است که از زیر ساب سنگوری سالی مثلا بدر آیه نه که قابل استفاده در کار باشه کسایی که واقعا میخوان سنگ های خوب بخرن بیان اینجا مراجعه کنن با صاحب معدن صحبت کنن انشاءالله که سود خوبی داره برای اونها بخاطر که از لحاظ رنگ هم سنگ خوبیه از لحاظ کیفیت سیفتی هم بسیار سنگ خوبیه از لحاظ موج هم بسیار موجای خوبی داره دیگه ما در کابل که دیدم در اونجا نوشته بود مثلا سنگ مالستان نه کارخانه سنگ بود باز امی خانار که در منومای خانار که ببینی مثلا اینی سفیده نه باز او یک رنگ دیگه بود مثلا قهوه‌ای بود او رو باز رنگ مونه یا نه خود زیم تو وقتی ما را در اونجا چیز میشه پالیش میشه باز او رنگی اما اصل رنگ بزنید اینا از همون رنگ های صورتی داره رنگ های شکلاتی به اصطلاح که میگه مثلا قهوه‌ای رنگ داره یک رنگ های سفید سفید نداره سنگ تراورتن سفید که بگه مثل مرمر سفید است هیچ امکان نداره که سفید باشه بخاطر کرمی است کرمی روشن است کریمی روشن ها این رقم که شما در روی سنگ نگاه میکنی این قدر سفید نیست خودش رو سر نشده این صاحب زلان نشده مثلا این قدر سفید نیست سفید سفید سنگ تراورتن اصلا نیست کریمی روشن است کریمی روشن است قهوه‌ای است شکلاتی است دیگه این رنگ رو داره بینده عزیز شما سر که فقط خود گمبوزی واره یک جای خیلی قشنگ دیگه این امزینش که ای امتداد داره دور دور امزی کور که شما امزو پایین که سهل کنید همه همهش این میرقم یک جای است که البته برای خود مردم ناهور هم سودمند است برای شرکت هم برای کسایی که خانه جور منه هم البته نه تنها ای سنگ ای معدن در مالستان در چی در ناهور است و معدن های دیگر هم شما دیدین البته معدن لیتیمی که شما دیدین البته یک خبری بد هم بلدشیم درو میکین دفعه آمدیم اما اطرافی چی که بود اطرافی معدن لیتیم خرطار بود و خرطارش کلا جمع شده بود چند تا صفه هم اونجا بود اونام نبود دیگه وضو بشکای ها بود اونا هم کلا برده بود دیگه نمیفهم کاری کی است اگر در ولسوالی نور ماندیم همراه ولسوال هم صحبت مونیم در مورد در قسمت معلوماتی رنگ سنگ شرکت هایی که شاید مراجعه کنه از این باین بیخرن مثلا آره
فعلا رنگ سنگ به دو قسمه. خب یک قسم رنگ سنگ یعنی که به نام شکلاتی میگن، بسیار رنگ قشنگه، از دوربین نمیفهم قابل چیه، رویه است یا نیست معلوم میشه. یس و دیگری که به حساب کنی روشن است. کدام رنگ میگفتی؟ امیشتر کدام رنگ میگفتی؟ ایره؟ اون قهوهی گفتم. ایره قهوهی یا شکلاتی؟ ای شکلاتی ها؟ از اینی هم همو چی هست؟ رنگی به سلاح که میگن سفید. آره. کرمی روشن است. یه دوربین قابل رویت نیست به نظرم. از این طرف هم باشه باشه ندارم متاسفانه دیدی ندارم. خب اینا کس در پالیش میشه و تا پاکاری میشه بعد از او کسه رنگ از این رنگ واقعیره؟ رنگ واقعیش بعد از قابل دید نیه تصفیه و پاکاری چیزا معلوم میشه. دیگه در مورد ماشین هایی که در اینجا هسته، آیا این ماشین هاست خود شرکت هست؟ کدام نوع ماشینه؟ بله یک اسکاواتور است، یک لودور است که دوتا مربوط خود شرکت میشه. موتروانایش هم از خود شرکت یا نه؟ موتروانایشی که شریک شرکت نیه که کارگرن دیگه. دیگه ما امیدوار هستم که بخیر کاراشیم به خوبی پیش بره. دیگه یک روز مشاهد باشیم که انمیر قدسرک عمومی شما صاف کرده باشیم. صاف کرده باشیم دیگه لیش داشته. دیگه اونو طرف هایش رو که گفتین البته خیلی راسته که از اینش تا اونج بریم. معدن کلان کل مسیر معدن اصلی اونجا افتاده. آره. اینجا که یک گمریخت پاشیده ایش هست که ما بخاطر که این سال با کمبود وقت یا بگیم بخاطر نمونه گرفتن سنگ همینجا رو انتخاب کردیم که زودتر نمونه بگیریم زودتر به نتیجه برسیم، چون کار بیشتر داشتیم. معدن کس یه تنیست که دمی داخل کوک رفتی یه میت سنگ بیکشی خلاص دیگه. این زحمت داره، این مسئولیت خیلی زیاد داره. مثلا روی از این سنگ ها 4 متر 3 متر باطله برداشت میشه، خاک اضافه، بعد خاک های لاشه است. بعض سنگ هایی که مثلا میکشیم بعض اینا بریش کار داره، اینا قواره ده کار داره، اینا باید زیادش در آورده شه و مثلا اینا صاف خود سنگ ده حساب نمراتی که در سنگ بریش استفاده میشه و باید جور شوه. خیلی مصارف زیاد داره، خلاصه یا کار میبره که تا به قابل استفاده بلده یک مشتری شوه که مشتری ببره طرف سنگ بری. و مگه به زحمت راحت برنج گنج میسر نمیشود بعد موز دان گرفت جان برادر کار کرد. خب تشکر، سلامت باشی که بر از ما زنده باشی. سلامت باشی. از شما هم همچنان تشکر ویژه میکنم بخاطر اینکه تشریف آوردین از این معدن. برای این معدن یک خدمت بزرگی است که مردم در جان قرار بگیرن و مشتریانش همچنان از کیفیت این سنگ با خبر شون که چه نوع سنگ است. به آوازه هر کسی را میشنوه که فلان جای یک معدن شهر است یا معدن است خبر نداره چی هست. یکی مثلا یک گپ میده دوبارهش یک چیز اصلیت این چیزی است که از نزدیک ببینه در جریان قرار بگیره که جنسیت سنگ چی است، مثلا چه رقم است، از لحاظ کیفی چه رقم است. از لحاظ کیفی جنسیتش بهترین سنگ است. گفتم در افغانستان تا الان سنگ جنسیت دوی رنگ نبوده است. سنگای خوبی است، سنگای مثلا کم رنگ هم سنگای بدی نیست، خوب سنگ است. دمو جنسیت خودش خوب سنگ است. مثلا سنگای بیسود هم سنگ بدی نیست، اما کیفیت جنسیتش با این فرق میکنه. یه هم سیفت است، هم رنگ خوبی داره، روشن است رنگش دیگه. امیدوارم کسایی که خریدار سنگ است دیگه بیان از اینجا نزدیک تماشا کنن و بگیرن انشاءالله. تشکر. خب بینندگان عزیز، دیگه شما گزارش ما را از معدنی که تازه کار شروع شده، البته چند سال قبل گفتن که کشف شده، فعلا از بهار کاش آغاز شده. دیگه شما دیدین نمونای سنگ را که چه رقم یک سنگ ها بودن. دیگه البته بیشتر هم مرخم یاد کردم که اونو قسمت ها هسته، البته خیلی مساحت چیز زیاد هسته. دیگه حتما در تصویر شاید مشاهده کنین. این بود گزارش ما از ولسوالی ناهور. تا گزارش ها و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپارم. خدا نگهداری همه ای شما.